سرخط خبرهای مهم، گزارشگران بدون مرز. طالبان باید برای یافتن خبرنگار ناپدید شده در کابل تلاش کنند. کمیسیون حقوق بشر: فیصله طالبان مشروعیت ندارد، به فعالیت خود ادامه می دهیم. و طالبان آخرین چانس برای نجاتشان را از دست دادند. مشروع خبرها، گزارش از سایت رسمی صدای آمریکا. سازمان گزارشگران بدون مرز RCF از ناپدید شدن خبرنگار افغان در کابل ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته است که علی اکبر خیرخواه، خبرنگار روزنامه صبح کابل، به تاریخ 25 می در کابل ناپدید شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز از طالبان خواسته است که برای پیدا کردن این خبرنگار تلاش کنند و در زمینه تحقیقات انجام دهند. در همین حال روزنامه صبح کابل در صفحه تویترش نوشته است که علی اکبر خیرخواه، عکاس و خبرنگار این رسانه، 3 روز پیش برای یک مصاحبه از دفتر بیرون شده و تاکنون بر نگشته است. به گفته این روزنامه، این موضوع با مقامات طالبان شریک شده، اما آنان در این مورد اظهار بیخبری کردند. حکومت طالبان هنوز در مورد مفقود شدن این خبرنگار در کابل چیزی نگفته است و تا حال هیچ گروه مسئولیت را بودن، دستگیری و یا توقیف وی را نیز بر عهده نگرفته است. در همین حال دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی روز شنبه 28 می 7 جوزا گفته است که شب گذشته افراد ناشناس بر دفتر خبرگزاری افغان نیوز حمله کردند. نی به نقل از براد علی بهکام، مدیر مسئول این خبرگزاری، گفته است که مهاجمان دروازه این رسانه را شکسته و یک پایه کمره، دستگاه وای فای و 5 کامپیوتر را که بانک اطلاعاتی رسانه در آنها بود با خود بردند. نای گفته است که در این اواخر نسبت به هر زمان دیگر خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها افزایش یافته که سبب نگرانی نهادهای عامی رسانه ها و خبرنگاران شده است. همچنین نای ناپدید شدن خبرنگار روزنامه صبح کابل را تایید کرده و از وزارت داخله حکومت طالبان خواسته است که در مورد قضیه این خبرنگار و حمله بر خبرگزاری افغان نیوز تحقیقات انجام دهد. این در حالی است که پیش از این نهادهای عامی خبرنگاران از خشونت افراد طالبان علیه خبرنگاران در کابل و شمار از ولایات نگرانی کرده بود. نهاد موسوم به خانه آزادی بیان به تاریخ 20 اپریل با نشر گزارش گفت که طی 8 ماه حکومت طالبان پس از 80 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بازداشت، لتوکوب و حتی تهدید شدند. اما حکومت طالبان از تمام رسانه‌ها و خبرنگاران خواسته است که باید در چوکات قانون فعالیت کنند. قبل بر این انجمن ژورنالیستان آزاد و مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در گزارش گفته بودند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 578 رسانه تصویری، صوتی، چاپی و آنلاین از فعالیت باز ماندند. این نهادها دلیل اصلی توقف فعالیت این رسانه ها مشکلات مالی بیان کرده و همچنان از بسته شدن 30% رسانه های دیگر نیز هشدار داده بودند. کمیسیون حقوق بشر: فیصله طالبان مشروعیت ندارد، به فعالیت خود ادامه می دهیم. گزارش از صدای آمریکا. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اخیراً از سوی حکومت طالبان لغو شد، این فیصله را نکایش کرده و گفته است که به فعالیت خود ادامه می دهد. حکومت طالبان به تاریخ 17 ماه روان میلادی اعلام کرد که کمیسیون حقوق بشر یک نهاد غیر ضروری بود و به همین دلیل منحل شده است. اما متعددیان این نهاد به تاریخ 27 می 6 جوزا با نشر اعلامیه گفتند که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به نهادهای ناظر حقوق بشری نیاز دارد و به گفته آنان حکومت که از طریق اراده مردم ایجاد نشده باشد نمیتواند این کمیسیون را لغو کند. در اعلامیه گفته شده است که این کمیسیون از مردم افغانستان است و به نظارت از قضایای حقوق بشری، ارزیابی، دادخواهی، تقویت و دفاع از حق قربانیان ادامه می‌دهد. کمیسیون حقوق بشر تاکید کرده است مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی بیشتر از هر زمان دیگر به نهادهای نظارت از وضعیت حقوق بشر نیاز دارند. تصمیم حاکمیت که مشروعیت ملی و بین‌المللی نداشته و بر بنیاد اراده مردم شکل نگرفته باشد، سبب حذف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گردد، از دید ما منتفی است. این کمیسیون متعلق به مردم افغانستان است و تنها تصمیم متکی بر اراده مردم و متناسب با معیارهای بین‌المللی به سرنوشت آن توجیه پذیر خواهد بود. این کمیسیون از نهادهای مدنی، سیاسی، اقتصادی در داخل افغانستان خواهان همکاری و هماهنگی شده است. قبلا دفتر این نهاد در کابل مستقر بود، اما اکنون به فعالیتش در خارج از این کشور ادامه می‌دهد.
خبرهای از جنبش ملی اسلامی افغانستان. عمر طالبان کم کم به آخر میرسد، فرصت کافی برایشان داده بودیم اما به شکل درست استفاده نکردن، به جایی که دل مردم را به دست بیاورن از دست دادن، گفته های از مارشال دوستم. همچنان گزارش از سایت رسمی جبهه مقاومت ملی افغانستان، 6 طالب در نتیجه زد حمله نیروهای کماندوی جبهه مقاومت ملی در روستای پیشغور کشته شدند. جبهه مقاومت ملی پنجشیر در نتیجه زد حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی بر طالبان در پنجشیر 6 طالب کشته شد. این زد حمله از سوی نیروهای کماندوی جبهه مقاومت ملی در روستای پیشغول ولسوالی 3 اول پنجشیر انجام شده است. نیروهای طالبان پس از این تلفات مجبور به عقب نشینی شده و از ساحه خارج شدند. شب گذشته نیز در نتیجه کمین کردن نیروهای جبهه مقاومت در 5 قرارگاه یعنی تاواخ، آنوبش، دل، کرباشی و چمال لرده، طالبان تلفات سنگینی را متقبل شدند. خبرهای مهم از جهان. امریکا 2 بانک روسی و 1 شرکت کره شمالی را تحریم کرد. گزارش از صدای امریکا. ایالات متحده روز جمعه 27 می تحریم‌های را علیه 2 بانک روسی، 1 شرکت کره شمالی و 1 شخص به اتهام حمایت از برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی پیونگیانگ اعمال کرد. وزارت مالی ایالات متحده در بیانیه گفت که شرکت تجارتی ایرکویرو و همچنین بانک‌های شرق دور و اسپوتنیک روسی را به دلیل مشارکت در تدارکات و ایجاد درآمد برای سازمان‌های کره شمالی هدف قرار داده است. واشنگتن همچنین جونگ پونگ نم، نماینده اکادمی علوم طبیعی کره شمالی در بلاروس را به اتهام حمایت از سازمان‌های کره شمالی که در توسعه میزایل‌های بالستیکی نقش دارد تحریم کرده است. این اقدام امریکا تنها یک روز پس از ویتوی قطعنامه وضع تحریم‌های بیشتر علیه برنامه میزایل‌های بالستیکی کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط روسیه و چین انجام می‌شود. قطعنامه مذکور در حال توسط روسیه و چین ویتو شد که به گفته امریکا پیونگیانگ تا سال جاری میلادی 6 آزمایش میزایل‌های بالستیکی قره‌پیما را انجام داده و در حال آمادگی برای انجام نخستین آزمایش از سری خود از سال 2017 به این سو می‌باشد. برین نیلسن، معاون وزارت مالیه در امور تروریسم و استخبارات مالی در این ارتباط گفت ایالات متحده به اجرا و عملی کردن تحریم‌های کنونی ادامه خواهد داد و در عین حال از کره شمالی می‌خواهد به مسیر دیپلماتیک بازگردد و دست از پیگیری برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی و میزایل‌های بالستیکی بردارد. چین از آمریکا خواسته است با انجام اقدامات عجم رفع برخی از تحریم‌های یکجانبه پیونگیانگ را به بازگشت با مذاکرات تشویق کند، اما امریکا میگوید که کره شمالی نباید برای رفتارهایش پاداش بگیرد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیومان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما.